تجربه مرگ اتفاقی است که معمولا در افرادی که بیمارند یا در موقعیت‌های بسیار خطرناک قرار می‌گیرند رخ می‌دهد و باعث دگرگونی‌هایی در اشخاصی که تجربه مرگ دارند می‌شود در این ویدیو به بررسی تجربه مرگ می‌پردازیم پس با ما همراه باشید شما دوستان عزیز میتونین با سابسکرایب کردن کانال آلبالو و زدن زنگوله از جدیدترین ویدیوهای این کانال با خبر بشین. در یوتیوب راهی برای درآمدزایی شما دوستان هم ایجاد شده که با کلیک بر روی لینک روبرو این فرصت رو برای خودتون ممکن میکنین. نشانه افراد بعد از تجربه مرگ. یک آنها زندگی را با تمام مشکلات و لذتهایش دوست دارند و واقعا میخواهند از هر لحظه آن برخوردار شوند دو استراب اندکی از مرگ دارند و یا اصلا نمیترسند 3. توانایی پیشگوییشان زیاد میشود چهار تغییرات ظریفی در این افراد رخ میده مثل از کار افتادن ساعت در دستشان 5. معمولا باهوشتر از قبل میشوند 6. بعضی از این افراد گفتند که فرشتگان محافظی را بعد از این تجربه در کنار خود حس می کنن. البته باید یادآور شد که تجربه مرگ با برون فکنی یکی نیست چون معمولا این اتفاقات فقط در تجربه مرگ ظهور می کنن. بیشتر این افراد نوری را می بینن که باعث شفای آنها و دگرگونی آنها می شود. نمونه این افراد دانش آموز 14 سالی به نام اولافی می باشد که زمانی در هنگام عمل جراحی بیش از حد لازم بیهوشی داده شد نفس اولاف بند اومد که باعث شد او به اخما بره و قلب او از کار افتاد و تجربه مرگ او آغاز شد اولاف گفت وابستگی خود را به زندگی زیستی از دست داده بودم درک می کردم که مرز بین زندگی و مرگ زایده ذهن ماست چجور می تونستم فکر کنم آروم و راحت باشم با اینکه جسم نداشتم اولاف احساس کرد که انگار در جهانی بدون مرز شناور است دنیا را به صورت حباب های صابون کوچکی میدید که برای اولاف قابل درک بود این پسر در لبه مرگ حس کرد که درک کاملی از همه چیز دارد در این لحظه بینظیر وی خود را در نور نارنجی برراقی میدید این نور را لحظه نابودی خان مرحله سخت ترسناک برای قرار گرفتن در آن اما به نوعی بود که به او درک جهانی میداد با این حال اولاف مایل بود در آن نور بماند ذهنش به دو بخش تقسیم شده بود که هر یک از آن دو هر آنچه پشت سر گذاشته بود را درک می کرد. نور ککشان براق و زیبا را دید که در بالای سر او ناپدید می شود و ناگهان پس از گذشت دوباره از تونل به جسم خود بازگشت این رویداد بلافاصل شخصیت اولاف را تغییر داد از یک شاگرد معمولی به یک شاگرد مبتکر و باهوش تبدیل شد خیلی از تئوری هایی که معلم در کلاس بیان می کرد بر طبق نظریات خود رد میکرد. با این وجود تا اوایل دهش است که حدود چهل سال داشت واقعا به آنچه دیده بود اعتماد نداشت. آن زمان بود که کشف نوترینو به اطلاع عموم رسید و اولاف فهمید که بینش او درست بوده. نوترینو ذره اتمی بدون بار است. وقتی او مقاله‌ای که در مورد نوترینو بود را خواند، دریافت که همه آن ذراتی که وی در سفر خود دیده بود یعنی همان حباب های صابونی که از میان اجسام عبور میکردند اولاف خود حدود یکصد اختراع و کشف ثبت شده در رشته شیمی دارد که باعث شده وی یکی از مهندسین رشته تحقیق و توسعه شد دکتر ملوین مورس در این باره میگوید تجربه مرگ شخص را در نردبان تحول در مرحله بالاتر قرار میدهد به این دلیل است که میبینم جوان خطاکاری پس از چنین رویدادی تبدیل به فردی اجتماعی میشود و در جایی بالاتر از نظر اخلاقی قرار میگیرد البته این یک نوع استثنایی از یک تجربه مرگ می باشد و در موارد دیگر معمولا به گونه دیگر رخ میدهد ولی از نظر نتایج تقریبا یکسان هستند نظرتون رو برای ما کامنت کنید ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید لطفا ویدیو رو لایک کنید و فراموش نکنید که چنل آلبور رو سابسکرایب کرده و روی زنگوله کلیک کنید تا از ویدیوهای جدید ما باخبر بشید تا ویدیوهای دیگر بدرود برای تماشای مطالب جدید لطفا بر روی یکی از ویدیوهای روبرو کلیک کنید برای باخبر شدن از آخرین ویدیوهای ما کانال ما را فالو کنید